چرا به شیعه میگویند مذهب جعفری؟ بررسی یک واقعیت تاریخی. سلام دوستان، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. تشیع به عنوان دومین مذهب و جریان بزرگ تاریخ اسلام همواره در روند اندیشه اسلامی نقش مهم و مؤثری داشته. یکی از نکات جالب درباره شیعه اینه که برخی این مذهب رو به مذهب جعفری تعبیر می کنند. اما دلیل این نامگذاری چیه؟ ما در این ویدیو قرار به سراغ همین ماجرا بریم، پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. شیعیان اعتقاد دارند مذهب شیعه در حقیقت همون اسلام محمدیه که در برابر سایر فرقه های اسلامی نام شیعه رو بر خود گرفته. بنابراین اونها معتقدند بجز پیامبر اسلام کس دیگه‌ای مؤسس مذهب شیعه نیست. بنابر عقیده شیعه بعد از درگذشت پیامبر اسلام، مسلمانان در انتخاب جانشین نبوی دچار اختلاف شدند. لذا عده‌ای از صحابه بی هیچ مدرک و دلیلی برخلاف دستورات نبوی در روز وفات پیامبر اسلام، در حالی که علی ابن ابی طالب با سایر هاشمیان مشغول کفن و دفن پیامبر بودند، خودسرانه با توجه به اینکه قبلا هم با پیامبر در مسئله امامت و خلافت مشاجره کرده بودند، شورایی را تشکیل دادند و بعد از جدال و منازعات شدید بین معدودی از مهاجران و انصار، ابوبکر به عنوان خلیفه تعیین شد. بدین ترتیب این گروه زمام حکومت و امور سیاسی و نظامی امت اسلامی را قبضه کردند. این دسته از مسلمانان که در برابر علی ابن ابی طالب بودند، در ابتدا عنوان خاصی نداشتند، بلکه به هواداران ابوبکر و عمر معروف بودند. در نتیجه بنابر قول ابو حاتم رازی، بعد از کشته شدن عثمان در زمان معاویه، این دسته به عثمانیه معروف شدند و شیعیان علی که در این زمان به نام علویه معروف بودند، نام شیعه بر خود گرفتند. تا اینکه در روزگار خلافت بنی عباس نام علوی و عثمانی نسخ شد و علوی ها به نام پیشین خود یعنی شیعه برگشتند و بر غیر شیعیان نام اهل سنت گذاشته شد که این نامگذاری تا امروز ادامه داره. در کتاب تأسیس و شیعه اومده که لفظ شیعه در روزگار پیامبر اسلام هم بوده، چنان که ابو حاتم در کتاب از زینه خود روایتی از پیامبر اسلام نقل میکنه که در اون پیامبر علی و پیروانش رو شیعه مینامه. اما نکته مهمی که در رابطه شیعیان وجود داره و ما قرار در این پادکست و در این بخش بهش بپردازیم اینه که از مذهب شیعه به مذهب جعفری هم تعبیر میشه. اما علت این نامگذاری چیه؟ تا اونجایی که من بررسی کردم، دلیل این نامگذاری اینه که در فاصله انقراض بنی امیه تا ظهور و قدرت گرفتن عباسیان و همچنین در دوران شکلگیری سلسله بنی عباس، جعفر ابن محمد صادق ششمین امام شیعیان امکان و فرصت اون رو پیدا کرد که با استفاده از خلع موجود در فضای سیاسی جامعه اسلام به گسترش علم و ترویج احکام شیعی بپردازه و در همین دوران در مدینه بساط گسترده درس و تدریس خود را برپا کرد. در نتیجه با تلاش‌های جعفر ابن محمد صادق، مذهب شیعه به اون و به نام مذهب جعفری منصوب شد، چرا که هر شیوه ای رو جعفر ابن محمد میپسندید و هر نظری که وی تایید میکرد لاجرم به وی نسبت داده میشد و میگفتند این مذهب جعفر صادق است. لازم به ذکر که در دوران یاد شده خانه جعفر ابن محمد صادق مکتب خانه ای بود که به حضور عالمان بزرگ حدیثی، تفسیری، حکمتی و کلامی مشهور شده بود و بنابر گزارش های شیعه در طول چندین سال چند هزار نفر در خانه ششمین امام شیعه شاگردی کردند.
جعفر صادق هم با استفاده از فرصتی که پیش اومده بود تا اواخر زمان امامت خود که مصادف با آخر خلافت بنی امیه و اوایل خلافت عباسیان بود از این فرصت استفاده کرد و به نشر تعالیم دینی پرداخت و شخصیت‌های علمی بسیاری در میان شیعیان مانند زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم و هشام ابن حکم از شاگردان وی بود. حتی بنابر برخی گزارش‌ها در کلاس درس ششمین امام شیعیان محدثان و رجال برجسته‌ای از اهل سنت مانند ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، سفیان سوری، قاضی سکونی و قاضی ابوالبخترا هم شرکت داشتند. از این رو عوامل زیر رو میشه برای نامگذاری شیعیان به مذهب جعفری نام برد. اول مجال و زمینه مناسبی که سبب شد مجموعه عظیمی از معارف، تعالیم و احکام شیعی در حوزه درس جعفر ابن محمد صادق تبیین بشه. دوم این که چهره شاخص، سرشناس و شناخته شده شیعیان در این زمان در مقابل سایر فرقه ها و گروه های مسلمانان که در اون زمان به اوج خودشون رسیدند جعفر ابن محمد صادق بود. سوم این که با توجه به این که برخی از ائمه چهارگانه اهل سنت شاگرد جعفر ابن محمد و برخی شاگرد این شاگردان بودند، پیروی شیعه از فقه و مذهب اهل بیت با نام جعفری شناخته میشه که در برابر مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت بود. علاوه بر این که عنوان مذهب جعفری شیعیان پیرو مکتب فقهی اهل بیت رو از شیعیان زیدی که از فقه اهل بیت پیروی نمی کردن جدا می کرد. همه این موارد دست به دست هم می‌داد تا نام جعفر ابن محمد به عنوان برجسته ترین امام شیعه تا اون زمان بر سر زبان‌ها بیفته و نام مذهب شیعه به آیین یا مذهب جعفری معروف شد. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.